دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیده ام، مداوم تو را هم پرستیده ام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیری داریم خدمت شما عزیزان. با حکمت‌های مهم نهج البلاغه که از کلام مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میباشد با شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام و مدح قوم فی وجهی اللهم انك اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منهم اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. گروهی در برابر امام علیه السلام او را مدح کردند. امام علیه السلام فرمود خداوندا تو به من از خودم آگاهتری و من آگاهتر به خودم از آنها هستم. خداوندا ما را بهتر از آنچه آنها گمان میکنند قرار ده و آنچه را نمیدانند بر ما ببخش. این کلام حکمت آمیز را امام علیه السلام زمانی فرموده که گروهی او را در مقابلش ستودند. از جمله اموری که در روایات اسلامی از آن به شدت نهی شده، مدح و ستایش افراد در برابر خود آنهاست. از این رو در روایات دیگری مدح و ستایش نوعی ذبح شمرده شده است. در روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم اذا مدحت اخواك في وجهي فكانما امررت على حلقه الموسى. هنگامی که برادرت را در برابرش مدح و ستایش کنی مانند این است که کارت بر گلویش میکشی. اگر در آثار زیانبار مدح و ستایش های افراطی و تملق آمیز خوب بیندیشیم، خواهیم دید که اثرات آن فوق العاده مخرب است. از یک سو انسان را مغرور میکند و همین غرور مانع راه تکامل او می شود و از سوی دیگر عیوب و نقایص خود را نمی بیند، بلکه گاه آنها را حسن می شمارد و در مقام اصلاح خیشتن بر نمی آید. در اینجا سوال معروفی است که چگونه امام علیه السلام با آن مقام عصمت اعتراف به نقص و گناه خیش می کند و از خداوند متعال آمرزش می طلبد. بعضن گفتن این گونه سخنان همه به عنوان سرمشق برای مردم است و خودشان به آن نیازی نداشتن. این توجیه توجیه صحیحی به نظر نمی رسد و با لحن دعاها سازگار نیست. به خصوص اینکه از روایاتی استفاده می شود آنان هنگام خواندن این دعاها اشک می ریختند و به خود می پیچیدند و بیتابی داشتند. جمع دیگر معتقدند که اینها همه به سبب ترک اولاهایی است که انجام دادند. معنای ترک اولا این نیست که نعوذ بالله خلافی انجام شده باشد، بلکه ممکن است از مستحب مهمتری به مستحب کمتری منتقل شده باشد. مثلا اگر کسی در اطراف خانهش دو مسجد باشد، یکی دورتر و پرجمعیت‌تر و دیگری نزدیکتر و کم جمعیت، به یقین جماعت پرجمعیت‌تر از جماعت کم جمعیت‌تر ثوابش بیشتر است. حال اگر در جماعت دوم شرکت کند، با اینکه کار مستحب مهمی انجام داده ولی ترک اولایی هم از او سر زده که در جماعت پرجمعیت‌تر شرکت نکرده است، این گونه اعمال برای افراد معمولی و حتی کسانی که در مسیر سیر و سلوک الالهن عیب و نقص نیست، ولی پیامبران و امامان معصوم آن را برای خود نوعی گناه می شمردن و از آن استغفار می کردن. گاه ممکن است تمام کوشش خود را انجام می دادن و باز هم اعمال خود را لایق مقام پروردگار نمی دیدن و از آن استغفار می کردن. اساساً معصومان علیهم السلام با توجه به عظمت مقام پروردگار عبادات خود را لایق او ندیده و می گفتن و ما عبدناک حق عبادتک. این حکمت گوهربار هم به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خداوند پشت و پناهتان.